به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. با درود بسیار بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون 24 ساعته پارس و برنامه ویژه عقاب ایران، آنسان که فروغ جاودان شراره های آتشین خود را از کرانه های بیکران افق نثار مقدم آدمیان می کند، ایرانی مغرور پاسدار ایران زمین بر فراز قلل سرزمینم چون عقابی مغرور بال می گشاید و در راه پاسداری از آب خاک ایران فریاد آزادی ایران را سر می دهد. چندی است که از این شبکه جهانی برنامه عقاب ایران با حضور سرلشکر خلبان مهدی روحانی، فرمانده نظامی و خلبان پیشین ارتش شاهنشاهی ایران و گروهی از کوشندگان سیاسی از این شبکه تلویزیونی پخش می شود. 30 سال است تلاش گسترده ایران یاران برای نجات ایران پیوسته نوری از امید در دلها به وجود آورده است، اما پس از چندی به دلایل مختلف این چراغ خاموش شده است و این امید یک ملت به ناامیدی تبدیل شده است. بارها و بارها در دسیسه های استعمار گاه دیده ایم که کسانی پیدا شدند و فریاد آزادی ملت ایران را سر دادند و حتی از کرات دیگر هواپیمای پر از مسافر سرباز ایرانیار برای آزادی ایران را به میدان شهیاد کشندند. ملت ایران آنچنان در زیر فشار و بدبختی و فلاکت و طاعون است که از این دکانداران دین و از این دین فروشان و خدا فروشان و انسان فروشان و ایران فروشان آنچنان به سطوح آمده است که به هر کس و ناکسی دل می بندد. اما پیوسته چشم و امید بران دارد که نوری از امید بر روی او گشوده شود و از فراز قلعه البرز نوری بتابد و خدای ایران به یاریش بشتابد. در این راستا بسیار آمدند و رفتند، اما کوششی که ارتجاع سرخ و سیاه 30 سال پیش با ظهور خمینی دجال در کشور ما به وجود آورد و یک ملت کهنسال با فر و فرهنگ را به نابودی کشانید، سبب شد که امروز کوشندگان آن روز برای پیوستن به انقلاب قضایی خمینی و سیاست‌های استعماری در ترفند استعمار بسوزند و پاسخی برای نسل بعد یعنی جوانان نداشته باشند. نسلی که از راه رسیده است امروز هوشیارتر از گذشته، با تمام این فراز و نشیب‌ها دلبسته است به آزادی که خود دست در آن داشته باشد، اما از ریسمان سیاه و سپید می ترسد. از روزی که عقاب ایران با حضور سرلشکر خلبان مهدی روحانی فریاد آزادی ایران را سر داده است، ملت ایران نوری از امید در چشمانش، در وجودش و در قلبش پدیدار گشته است. اما از آنجا که باید هوشیار باشیم و آگاه باشیم، با حضور شما بینندگان گرامی در این برنامه امشب سخن را به جایی می کشانیم تا شما بیشتر بدانید، آگاهی یابید، چرا که از من روزنامه‌نگار بارها و بارها سوال کرده اید. سیل فکس هایی که به تلویزیون پارس رسیده است بیرون از شمار است. نگاهی به این فکس هایتان بکنید، اینها نوشته های شماست که به ما میرسن. این برنامه رو به طور زنده و مستقیم میبینید. همینک میتوانید نظرات خودتون رو در مورد آنچه که شنیده اید و دریافته اید و در این برنامه در آن بحث میکنیم از طریق فکس شماره 818 881 5446
فکس تلویزیون پارس برای ما ارسال کنید، نظرتان را بگویید. امشب من به نمایندگی از طرف شما هموطنانم در سراسر جهان و به ویژه در خاک پاک ایران در استودیو نشستم و گفتگوی دارم با مسئول بخش سیاسی گروه عقاب دکتر ایرج زمانیان که سالهای سال است به عنوان یک کوشنده سیاسی و ایرانیار در راه نهادینه کردن حقوق بشر در کشورمان، آزادی و دموکراسی در کشورمان و جایگزینی یک حکومت مردم سالار در کشورمان کوشیده است و در گروه عقاب هم دوش سرلشکر خلبان مهدی روحانی میکوشد تا عقاب ایران بتواند بال بر پهنه گسترده ایران زمین بگشاید. امید ما این است که ایرانی بتواند به دست توانای خود پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران را در خاک پاک ایران به اهتزاز درآورد. اما چگونه؟ از چه راه؟ این سؤالی است که شما پیوسته کرده اید و ما امروز به عنوان مدعی، به عنوان آن که از سوی شما این گروه را به چالش بکشیم تا بیشتر شما آگاهی یابید در اینجا نشسته ایم و با دکتر زمانیان گفتگو میکنیم. درود بر شما دکتر زمانیان. درود بر شما جناب پارسا و درود بر همه بینندگان تلویزیون پارس، همه هموطنان در هر کجای عالم که هستند و من خیلی متشکرم که شما امشب به ما پیوستید و امیدوارم که در این چالشتون خیلی ما را اذیت نکنید، ولی خب به هر حال آقای دکتر زمانیان، من به عنوان یک روزنامه‌نگار یک وظیفه ملی بر حسب حرفه بر عهده دارم. به عنوان یک ایرانی دلم برای کشوری میسوزد که از دستم رفته است. دلم برای هموطنی میسوزد که امروز در زیر خط فقر زندگی میکند. دلم برای مادر و خواهرم میسوزد که زیر ضربات سنگین و توهین‌آمیز گروهی ضد ایرانی و از خدا بیخبر زخم برمیدارند، دل شکسته میشوند. دلم برای کسانی میسوزد که از سر بدبختی و فقر از در عملکرد این رژیم ضد خدایی و ضد بشری به تن فروشی پرداختند. دلم برای جوانانی میسوزد که از روی یأس و ناامیدی به اعتیاد کشیده شدند. دلم برای جوانانی میسوزد که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند و جایی برای کار ندارند، آواره میشوند. دلم برای هموطنانم میسوزد که با گذشت 30 سال از این انقلاب کذایی همچنان از کوه و کمر فرار میکنند تا خودشون رو به یک فضای آزاد و امن برسانند. امروز این ملت ملتی است پریشان، پریشیده از دست یک رژیم ضد بشری که نه آبرویی در خارج دارد و نه آبرویی در داخل دارد، نه امیدی در داخل دارد. بنابراین نمیتوان این مردم را به بازی گرفت، نمیتوان این مردم را بازیچه کرد و دلم میخواهد امروز بی پرده در این راستا سخن بگوییم و بی پرده آن چرا که مردم در مورد گروه عقاب مطرح کردن مطرح بکنیم. چیزی که من برایم خیلی مهم است این است که میگویند نکند این گروه عقاب هم گروهی باشد چون حخا که بزرگترین ضربه رو به فعالیت های اپوزیسیون ایرانی و امید ملت ایران برای نجاتش زد و حالا گروه عقاب ضربه آخر را بزند. شما به عنوان مسئول سیاسی گروه عقاب در این زمینه چه پاسخی برای ملت من دارید؟ جناب پارسا، اولا شما به نکات بسیار